way, Swinger. Swinger knows the way it's happening and where the action's gonna be. Well, and if there is a good thing shaking, the Swinger finds it naturally. Actual evidence tends to show the Swinger was the one invented go, go, go. So leave your old routine and make the scene. Baby, come swing with me. Swinger only lives the good life, the kind comes to very few. Well, and if a swinger hasn't done it, it's cause too much trouble to do. Verified circumstance tends to say the swinger was the one invented, yeah, yeah, yeah. If I could be your guest, I'll do the rest. Baby, let me swing with you. Come on along, let's put the world on. Come on along, let's make it move. Come on along, let me get with it. Forget that old conventional groove. We'll see the way it's happening and where the action's gonna be. Well, and if there is a good thing shaking, you're gonna find it naturally. Only experience shows you how. The swinger was the one invented wild and wild. So leave your old routine and make the scene. Baby, come swing with me now. Baby, come swing with me. Yeah, baby, come and swing, oh, swing, come on and swing, come on and swing. رسانه اینترنتی مشهد فیلم تقدیم می‌کند. اینجا لس آنجلس کالیفرنیا، در زمین فریبندگی ها. در ضمن تا یادم نرفته خدمتتون عرض کنم که اتوبان های لس آنجلس شهرت جهانی دارن. به نظر من این اتوبان ها خیلی جالبن. از فرمودین تکرار می‌کنم این اتوبان ها جدا جالبن. و اینم ساختمون فرمانداریه، محل کار کارمندان فرمانداری یا جایی که کارمندان پرکار و فداکار دائما به رفع و فتق امور مهم مشغول هستند. مارگول خوشم میاد. استراحتگاه توریست ها و مسافرین خسته. لس آنجلس به مهمان نوازی معروفه و از مهمانهاش با آغوش گرم استقبال میکنه. منطقه مرکز بزرگترین خرید و فروش و داد و ستدهای جهانی. همشهریای ما علاقه شدیدی به مطالعه دارند. ملاحظه بفرمایید و به همین دلیل مؤسسات فرهنگی و آموزشی بسیاری در این شهر دایر جدید. بله. ببخشید. لس آنجلس واقعا محل تفریح و خوشگذرونیه، اونم با به هر جور ذوق و سلیقه، با خیال راحت هر کار یادم دلش بخواد میتونه بکنه. آو ببخشید، در حقیقت لس آنجلس کالیفرنیا پای نمایی جهانه. آدم تو لس آنجلس میتونه شاهد نمایی که کاملا جنبه هنری دارن باشه، همیشه آموزنده، همیشه هنری. سرزمین فریبندگی ها، مرکز یک قدرت نیرومند و کمال مطلوب آموزش، مکاتیب علم و هنر، کعبه آمال دانش پژوهان که همیشه در راه بسط علم و دانش کوشا هستند، همیشه آموزنده، همیشه هنری. حالا بریم سر اصل مطلب. من سر هیوبرت هستم، اینجا محل کار بنده است. اوه بله میفرمودم، بنده سردبیر و مالک مجله دوشیزگان هستم که خودش یه نوع سرمایه گذاری محسوب میشه. بله امور سکسی روزی در اینجا به همون پایه خواهد رسید که امروز در نیویورک خود فرماست. در اینجا شایع شده که سر هیوبرت افکارش کثیفه. چه کنم، دست خودم نیست. متشکرم. چی؟ اختیار در این وظیفه بود. خب اینجا مرکز اعصاب یا به عبارت دیگه ستاد عملیات بنده است، محل تراوش افکار سر هیوبرت. Oh, absolutely charming. Charming. وای درست مثل ساندویچ بلبله. روز بخیر. اینجا پناهگاه و خلوتگاه حقیره و حالا من کار روزانم رو شروع میکنم. اینجام دفتر سردبیر ارشدم ریچارد کلبیه که برای نظارت در چاپ شماره آخر سال از نیویورک وارد شده. ای وای، این دختر خانمم دختر بنده کاره. تفلکی دلم براش میسوزه، پسر باشرفی هنوز نیومده دخترم رو پر زده. مشغول باشین پاپا. مشغولیم سر هیوبرت. طرح‌های چارپس تهیه شده، میل داریم مدلاشو ببینیم؟ بله بدم نمیاد، من که خیلی خوشم اومده. از طرح‌های قبلی بهتر شده، سلیقه بهتری به کار رفته. ولی فکر نمی‌کنی یه کمی محجوب شده باشه؟ نه اینطور نیست سر هیوبرت، این مجله به دست همه کس میرسه، پس باید کوشش کرد تا مطابق ذوق همگان درست بشه. دوست عزیز من، هنوز کسی از پرهیزکاری به ثروت نرسیده، اینو میدونی؟ شما سلیقه خاصی دارین، هنوز مردی به ناپرهیزکاری شما من ندیدم. خیلی متشکرم که اینطور فکر میکنی، ولی این حسن سلیقه مختص من نیست، این خصلت انگلیسی بودن منه. میدونی ما سالهای سال زحمت کشیدیم تا به این درجه از شرارت رسیدیم. شما آمریکایی‌ها تا طول میکشه به پای ما انگلیس‌ها برسید. درسته، ولی با کمک‌های شما موفق بشیم. چوب کاری نفرمایید. متشکرم از یاد، ولی خواهش می‌کنم. بریم. عمه کورا شماره 4. متشکرم. عمه کورا. ریکی ای پسر شیطون، چرا نیومدی پیش خودم بمونی؟ معذرت میخوام عمه کورا، اگه عمون نمیده. گوش کن، خیلی میل دارم که امروز یه نهاری با هم بخوریم. الان پیش سر هیوبرتم. پیش اون کثافت. عمه کورا سلام میرسه. بگید خیلی متشکرم خانم جذابی هستم. خب ساعت 1 چطوره؟ دلم میخواد شما و کارن بیشتر با هم آشنا بشید. دختر ماهیه. دروغ نگویی که میدونم، چون فقط سر شکلی دل تو عاشق شدی. من بعدم به تلفن میکنم عمه جون. باشه خداحافظ. بیچاره عمم گوشش سنگینه، چیزی نمیشنفه. خب دوست عزیز، برنامه 4 فصلمون به کجا کشیده؟ من هیچ حوصله ندارم اینجا وایسم، شما دو تا با هم کلنجار بریم. چرا کلنجار بریم؟ من ترتیب برنامه. Darling, remember it's dress. Oh, and don't be late. Bill and Dorothy are flying all the way down from Carmel. Just a minute. Excuse me, I'd like to see Mr. I know. اینجا دیگه خودت میدونی. فعلا خداحافظ. ببخشید میدم آقای کلی، اما میبینید که گرفت دارم. روز بخیر. یه کمی حوصله کنین، یه کمی حوصله کنین. آقای کلی، همه چی تو گالری اومدن. آقای کلی معذرت میخوام، اسم من کلی اولسن، من چون لس آنجلس. چه بانمکه. حالا لطفاً برگرد. به نظرم شما من خیلی خوب، یه دقیقه حرکت نکن. همینطور وایسا تکون نکن. شما متوجه نشدید من. یه لحظه، یک لحظه. برای مدل بهار آزمایشش کنید. من یه کار دیگه دارم، صبر کنین خواهش میکنم، صبر کنین. شما دختر خوششانس هستین. آقای کلبی به ندرت کسی رو میبخندن. یه کمی رو بالا ببر، میخوام از بالا عکس بگیری. زود باش. بالاتر. خیلی خوب دختر پناه، میتونین اونجا لخ بشین بریم. آردا حسین ما عکستون رو تو این قاب میذاریم. اینو بپوش. بیا برو تو ازش رو، برو تنت کن. ناراحت نباش، اگه خیلی پیدا باشه عکس رو تو دید. وقتی عکس رو بازه شد اینا رو میگم. اینجا عکس نیست آقای کلبی، از اول میخواستم همینو بهتون بگم. من هرگز لباسمو در نمیارم، آخه من مدل نیستم. نویسنده. نویسنده؟ با این قد؟ اینا دوستانن. کلی تو اینجا چیکار میکنی؟ روز بخیر آقای کلبی. اینو به من امون ندادن حرفمو بزنم. من اومدم اینجا دوستانمو نشون آقای کلبی بدم، یه وقتی دیدم دارن لختم میکنن. معذرت میخوام آقای کلبی، میدونین کلی علی این حرفا نیست. بلنش از اینجا برو. صبر کن ببینم. حرفاتو برام تکرار کن. خیلی عالی. اطاعت آقای کلبی. همین الان من نویسندم و مدت هاست که دوستانمو مرتب برای معاونتون آقای هیگینز فرستادم، ولی ایشون هیچ کدومش قبول نکردن، یعنی نخوندن که قبول کنن. من مطمئنم اگه شما یکیشو بخونین میبینین نه تنها موضوع داستان تازگی داره، بلکه ارزش چاپ کردنم داره. خب چجور داستانی هست؟ به درد مجله شما نمیخوره آقای کلبی، ولی بانوان شاید. پیشنهاد اولی به قوت خودش باقیه. درآمد خوبی هم داره، به شرطی که من دخترشو نیستم، من نویسندم. خیلی خوب، تیم یه مدل دیگه پیدا کن. من صحنه زمستونش. خب داستانم چی میشه؟ متاسفانه همونطور که آقای هیگینز گفتن به درد ما نمیخورن، خیلی معصومانه. اشکال همینجاست، داستان حتما باید کثیف باشه. مردم غیر از سکس چیزای دیگه هم لازم دارن آقای کلبی. هیچ کدوم از داستانای شما برنده جایزه اوهارا بوده؟ نبوده؟ نه. خودم اینو میدونستم. شده حتی یه جایزه ادبی رو ببره؟ خانم اولسن شما هر کجایی؟ سمپال. پس خونه وعدتم اونجاست، لابد نامزدتم ساکن اونجاست. برگرد خونه ازدواج کن، برای کلیسا مقاله بنویس. اگه یه دفعه دیگه اینو گوش بدم، داستانامو مینویسم برای پلی به سوی اسکویر. وقتی نویسنده دیدم اون وقت افسوس میخورین که چرا با هم کنار نیومدین. این آخرین فرصته. خیلی دلم می‌خواست لوخشو ببینم. خیلی معصومه. برگرد خونه و ازدواج کن. فقط همین مونده. اون بود که بگه بچه دار. می‌دونی اشکال کار تو چیه؟ تو خالی. تو خیال می‌کنی زندگی مثل یه مجلس بالماسکه است؟ مردم هم همه نقاب به صورتشون زدن. فهمیدم. من الان گیراس میرم پیش رئیسش. سر هیوبرت. آره؟ نه. چرا؟ کمی. درو ببن، مگه نمیبینی گرفتارم؟ اوه ببخشید. اون معاونش، اینم رئیس. مگه چی رو؟ همه چیزو فهمیدم. این تابلوی لخت، اون یکی، این خانم لختی، سکس، اشوه‌گری، لاس زدن و ور رفتن، اونا همین میخوان. مثل مجله های لختی که کیوسکا میفروشن. مجله های لختی. پیداش کردم سن، پیداش کردم. فهمیدم چی براشون بنویسم. همه که سکس میخوان منم تحویلشون میدم. بهترین مجله این لختی رو میخرم. نه، بدترینش رو میخرم. کجا رفته بودی؟ رفته بودم خرید. مثل که سر خیال مطالعه داری نیست؟ نه، فقط می‌نویسم. ای کجا بودی؟ زود باش دارم بیا تمرین کن. معذرت میخوام جو، اینا رو ببر تو اتاق. درش بر بده من. دختر پوسی باید روش مطالعه کرد. معذرت میخوام ادی، امروز نمیتونم. بارن سلام کلی. ریتم عروسی حیوانات جنگلی آدم حالی به حالی میکنه نه؟ آره عالیه. ببین من اومدم لوله کاغذمو بگیرم. اوه چه؟ خیال دارم یه کتاب تازه بنویسم. خوب شدی دختر، اینو نگاه کن. خوب حالا به چی اعتراض داری؟ نمیدونم. ببینم باز خبرایی شده. اوه متشکرم. بانهاجی؟ ها سلام چلی. سلام. میشه چند تا میداد به من قرض بدین؟ میخوام یه کتاب تازه بنویسم. آه برو وردا جونم، گذاشتم اونجا. متشکرم. خیلی قشنگه. من هنوزم چند روزه تو دوران بانگوک زندگی میکنم، ازش خلاصی ندارم. بازم وردا عزیزم، میتونم دوباره بخرم، نترس، هر چند تا میخوای وردا. میدونی میخوام یه چیزی بهت بگم گروهبانهاجی، تو بین تمام افراد پلیس لس آنجلس جدا یه چیزی هم من میخوام بگم چلی. چی؟ تو هم بین تمام دخترها تکی. هی تو هم روحن به چیزی اعتراض داری؟ آه نه، اینو فقط برای وارم کشیدم. آه خیلی خوب، متشکرم. مام ها اونا سکس میخوان، باشه منم تحویلشون میدم. چی شده؟ تموم شد. خیلی خوب، حالا باید اولشو پیدا کنیم. خیلی خوب، پیدا کنیم. اوه پرش نکنیم. این چنده؟ 41 کجاست؟ الان پیدا. اینجا که نیست. اینم 34. این چنده؟ مثل که 42. 42. بعدی ساز اینجا شروع کنیم. 44. الو؟ البته که حالم خوبه عزیزم، یهو دلم شور افتاد، گفتم نکنه برات اتفاقی افتاده. مامی اینقدر از سامپل بهم تلفن نکن، خرجش زیاد میشه. مطمئن باش مواظب خودم هستم. بابا چطوره؟ آه حالش خوبه، الان پای تلفن. اوه سلام کلی، حالت چطوره خوشگل؟ من الان عجله دارم، تا آخر هفته یه نامه مفصل براتون مینویسم. خیلی خوب عزیزم. آو کلی قرصای ویتامین یادت داره؟ Okay mom, love to you and dad. Let's hurry up and get everything together so I can take to Mr. Colby to read. And so, gentlemen, as your delighted eyes will tell you by just a glance at these lovelies, what contour, eh? Yes, what topography. Girl lure is... مجله ما برای ارزایش تمام زیبارویان جهان در این منطقه جمع کرده که از اونا عکسای مختلفی بگیره، عکسایی که هوش. من متولدم. سلام علیکم. Je suis né en Algérie. Moi, Haljong Niao Koi. I was born in England. New York, USA. Stanska, Tusen Tag. Je suis née à Tahiti. Ich bin in Wien geboren واتاکشی ناوچی ژاپن دس. باز. در همونطور که گفتیم آقایون مجله ما میدان فعالیت‌های استعدادهای تازه است. آقای کلبی، من قول میدین داستان منو بخونی؟ یه داستان نو که تازه از توی ماشین تحریر در اومده، داستانی که مطمئنم رضایت خوانندگان شما رو جلب میکنه. راست میگم آقایون، باور کنین آقای کلبی به استعدادهای تازه خیلی اهمیت میدن. برای البته داستان شما رو بخونم خانم اولسن، کلی اولسن. فردا برمیگردم خبرش رو ازتون میگیرم. بای. آقای کلبی داستانتون رو خوندن و تشکر کردم، گفتن ابداً به درد ما نمیخوره. این چه حرفیه میزنی؟ این داستان بی‌نظیره. اون هرچی هست به درد ما نمیخوره. خیلی متشکرم دختر خانم، روز بخیر. بقیده من همشون خوبن، تمامشون استخدام. باشه قربانت، طرف میشه از رو هم نمیره. آقای کلبی آقا تیم، اینا رو نگاه کن ببین نظرت چیه. لیک تمامشون رو پسندید، به خصوص این یکی رو نگاه کن. سلام آقای کلبی. معلوم هست تو چته؟ هیچ معنی داره که تو بیای اینجا؟ من فکر کردم چون داستان اونجوری که باید خوب ماشین نشده نپسندیدی. ماشین؟ اوه نه خانم اولسن، اصلا ربطی به ماشین نداره. حقیقتش اینه که داستان به نظر من خیلی جالب بود. راستی؟ برای جالب بود با اینکه حق مطلب ادا نشده بود، ولی فوق‌العاده بود. فوق‌العاده؟ البته فوق‌العاده از نظر گستاخی و جالب از نظر اینکه انتظار داشتی اون حجویاتو منتشر بکنم. میدونی بزرگترین مشکل شما جوانای امروزه چیه؟ اشکال شما بیبند و باری و بیاریه. زندگی هرچی کثیفتر و بیقیدتر باشه بیشتر نظرتون رو جلب میکنه. بی خودی اینقدر تون نرو. ادب و نجابت رو به کلی فراموش کردیم. همین اومدن تویت باید بذارن تو اینجوری باریه. کاری به پدر مادر من نداشته باش. خیلی خوب، پس برمیگردیم سر کارات. تو یه نویسنده تنبل قلبی هستی. قلبی؟ کتاب تو مجموعه‌ای از داستانای تصنعی و چیزایی که قبلا می‌خوندی. فاقد پدیده های تازه و حتی واقعیت. که اینطور؟ قهرمان اصلی داستان یه سوینگره. یه قهرمان بیماری و یه موجود باور نکردنی. بمانباز یک کازینوی غیرقانونیه، دختری رقصه مال همه از خیابونگرده همه کار است. وای دختره به این جوانی نمیتونه اینقدر فاسد باشه. یعنی وقتی این ماجره ها رو نداشته. تو خیال کردی خیلی تیز بینی، یا بهتر بگم همه فن حریفی. شایدم باشم. خب پس ثابت بود که از زندگی واقعی بویی نبردیم. برای اطلاع سرکار باید بگم ماجرایی که تو کتاب من خوندی نه تنها واقعیه بلکه رخ داده. سوینگر شرح حال زندگی خود من آقا. خجالت میکش خانم. گوش کن ریچارد، گوش کن. اون قمارباز استریپتیز میکنه و خیابونگرد، فقط میشه گفت که عالیه. تمامش مزخرفه، تمامش ساختگیه. اینقدر با قاطعیت این حرفو نزن، زبونتو گاز بگیر. اینجا رو نگاه کن عزیزم، اگر این حقیقت داشته باشه به یک الهه برخورده. بله، سر هیوبرت اونو پسندیده، میخواد منتشرش کنه. اون خیال میکنه سوینگر واقعا بیوگرافی کلیه. اونا جدن خیال میکنن سوینگر تویی. خب سمی ادامه بده، بگو. گوش کن. خلاصه سر هیوبرت و آقای کلبی تصمیم گرفتن همین امشب بیان اینجا و کارهای کثیف کلی رو از نزدیک ببینن. چی؟ خب خیلی ازت متشکرم سمی. یه برنامه‌ای براشون تنظیم کنم که خودشون حذف کنم. بای. ولی من از رو عصبانیتون حرف زدم. آخه منو چه به این کارا؟ خودم یه برنامه‌ای واسهشون ترتیب میدم که دهنشون وا بمونه. ببین بچه‌ها، اونا عقلشون فقط به چشماشونه. وقتی چیزی رو ببینن واقعیتش رو قبول می‌کنن، در غیر این صورت نه. رسیدیم، باید همینجا باشه آقای کلبی. حس شیشمم نویدای جالبی به من میده. منم صداشو میشنوم. شانس آوردیم نه؟ گروه بناکر جواب بده. گروه بناکر گوشم باره. خوبه، اونا اینجان، ما هم کاملا آماده ایم. منم آمادم. خوبه. رد شین آقایون، اینجا اتاق کارگاه خصوصیه. دوست عزیز، اینطور که بوش میاد اون تو خبراییه. habari. آه کلبی عزیز بیا حظ بسر ببر جدا جالبه. بچه در بشکنید. الو کلی، تو هیچ مراقب رفتارت هستی؟ نه البته مادر، چطور مگی؟ من همینطوری گفتم. نمیدونی الان چه خواب عجیبی دیدم. از تلویزیون. اون صدا چی بود؟ فیلم بونانزا است. بونانزا؟ اونم حالا؟ مادر الان نمیتونم حرف بزنم. اشکالی نداره. خیالم راحت شد صدا تو شنیدم. شب بخیر. قرصه بیده بیادی دارید. یادم نمیره، خداحافظ. هر دوتونو میبوسم. زود باش، عجله کن. اونا الان هر دو بیرون خونه هستن کلی. بابا تو چقدر خوب بودی. خیلی متشکرم. بیارین تو یلا. خیلی خوب، ببرنشون تو باسکات زندونیشون کنین. دو تا ماشینم خبر کن بیان باقیشونو ببرن. یلا زودتر، یلا. عالیه، چه تبلیغی، چه شهرتی. داستانی رو منتشر میکنیم که در عین اینکه گمراه کننده واقعیت داره. سر هوبرت، از هر نسبتی که تا امروز به شما دادن کاملا حقیقت. تو جدا اینطور فکر میکنی؟ چقدر خوشحال شدم این حرفا تو شنیده. دوست عزیز، دختره که اونجاست، بگیرش. بگیرش. تو به پاسبونه خبر دیدی؟ گوش کن، موضوع از این قراره دوست من. خانم خیلی خوشوقتم. بنده سر هوبرت، مالک و ناشر مجله دختران، یه مرد ثروتمند اونطور که دلت بخواد. گوش کن، تا داستان برای چاپ حاضر بشه خودم تو خونم پنهانش میکنم. نه خونه شما نه، اصرارم نکنین. میریم ویلای عمه من که برنامه شما صحبت میکنه. ما شما دو نفر هیچ جا نمیرم. بهتره که خلاف بخون بگیری، حرفای منو گوش کن. حیف که پلیسی کمی زود رسید و الا چیزایی میدیدیم که حتی شمام تو عمرتون ندید. بعد کافی دیدم. من باید ازت معذرت بخوام که گفتم سوینگر باور کردنی نیست. حالا تغییر عقیده دادم. تو همونی هستی که ادعا میکردی. ببینم تو هیچ به فکر پدر مادرت هستی؟ چی داری میگی؟ اونا خودشون مربی من بودن. پدر مادرم معروف‌ترین زوج عیاش سمپال هست. پس اینو به سر هیوبرت بگو تا داستان اونا رو هم چاپ کنه. راستی؟ حیف شد. چون دستش به اونا نمیرسه، هر دو زندونی هن. ببینم تو هیچ سعی نکردی اخلاقت رو اصلاح کنی؟ زندگی پاک. Think about it sometimes. I mean, must be something to it, or else why would so many people be on it? They're hooked. گاهی شده که فکر کردم تصمیم بگیرم کمی اخلاقمو اصلاح کنم تا دختر نجیبی بشم، مثل نمایش هیگینز. کی؟ همون پروفسور انگلیسی که فیلمشو برداشتم، همون که یه زن خرابو پیدا کرد و ازش یه زن نجیب ساخت. بگو فاسد. اوه درسته، همونه. نمیدونم میتونه منم مثل اون تربیت کنه یا نه. نه فایده نداره، من خیلی فاسدم. متاسفانه همینطور. بی خود اون پرپاتو به من نزن، من چشم دارم از این چیزا سیره ها. جون؟ دنبال چی میگردی؟ خب معلومه دیگه. بطری رو کجا گذاشتی ها؟ اونجا که بطری نیست. اون چیزه چرا انداخته اون گواهی ناممه. بابا با اینا دست نزنه. از این طرف سر صدا نکن، فکر میکنم عمم خوابیده باشه. پسر چه جایی؟ شیطونی میگه زندگی رو بزنم به هم. ریکی توی ریکی؟ آه برای عمه کنم. آه ریکی جونی دلم، من فکر میکردم ماشین توی. این دیگه کیه؟ اوه الان همه چیزو برای تعریف میکنم عمه کنم. اول باید به کارن تلفن کنم. امیدوارم ناراحت نشی، میخوام این امشب اینجا بمونه. اشکالی نداره، اتاق براندار رو میدم بهش. لباس خواب صورتی هرم میدم. خوبه. چه دختر ریزونیده نازی. حالا داری سر عقل بیایی؟ رسی؟ کارن؟ ریچارد، آخه تو کجا هستی؟ مهمونی یه قرنی که شروع شده. او معذرت میخوام کارن، یه گرفتاری پیش اومد و نتونستم بیارم. گرفتاری رو بذار کنار، فوراً خودتو برسون اینجا. کارن نمیتونم، ما امروز به یه منظره جالبی برخوردیم. نقاشا از یه دختر لخت به جای قلمو استفاده میکرد. والا من هرچی میکشم از دست پدرت. پیش از این نمیتونم توضیح بدم، داره ویسکی رو میدوزه. ویسکی؟ ریچارد تو الان کجایی؟ متاسفانه نمیتونم بیام، بعد به تلفن میکنم. این کارا رو بذار کنار و تا لحظه ای که اینجا هستیم مواظب حرف زدن و رفتار خودت باش. متشکرم عمه کارن، تا امشب اینجا میخوابی. اینو میبینی؟ این وانه، برو همون میگیرم. خب معلومه که همون میگیرم. شاید فکر میکنی یه کمی خشونت به خرج دادم عمه کارن، ولی تو هنوز این دختره رو نشناختی. اون قماربازه، خیابونگر، خودش تو کتابش به همه چیز اعتراف کرده. اون وقت هیوبرت میخواد اون داستانو چاپ کنه. آره. چرن نگو، یعنی اون دختره فاسده، اون دختره کوچولوی خوشگاه. من که باور نمیکنم. منم همینطور بودم، به خصوص دفعه اول که دیدمش. حتی یه دفعه خیلی خونسرد تو توالت مردانه پیدا شد، ولی وقتی پلیس در خونش شکست مجبور شدم قبول کنم. نمیدونم عمه کارن، شاید تمام جوانای امروزی اینطورین، دخترایی به این خوشگلی فاسد میشن، از راه به در میرن، عیاشی میرن. حقیقتش من contributor. I'm sick of it. Of Sir Hubert's slimy schemes and especially of Sir Hubert himself. Good for you. Oh, how I'd like to see him busted by the fuzz. Listen, Ancora, do you mind if she stays on indefinitely? Not at all. Maybe I can learn something. No, Ancora. She's the one who should do the learning. Yeah. Why not? چی می‌داری؟ چه تربیتش کنیم؟ یعنی از یه زن بی‌حیا و فاسد یه بانوی نجیب و تربیت شده و قابل ارائه به اجتماعی بالاتر بسازیم، ها؟ درست نیست بانوی زیبای من. اوه این حرفو جدی نزدم لیکی، ولی ایده جدت جالبیه. اون وقتی سر هیوبرت برای سوء استفاده از یه زن فاسد با اون روبرو بشه از تعجب سر چشمش میشه. با یه کمی شانس ممکنه از فرط تعجب همونجا سکته کنه. من باید چیکار کنم؟ مراقبش باش عمه کارن، این بین خودمونه. کارنم نباید بفهمه، چون بعید نیست که جریانو به پدرش بگه. از کردم. خیلی خوب، حالا برو بخواب، باقی حرفمونو فردا صبح میزنیم. باشه جونم. پدری ازش در بیارم که خودش پس کنه. کلی، منم گروه بانوکر. خدای من تو رو نشناختم. حق داشتی. من تغییر قیافه دادم که هویتم هیچ جوری شناخته نشه. قربان از اینکه افرادی تو آوردی کمک کردی خیلی متشکرم. نه تشکر نمیخواد کلی، من چه کاری نکردم، به علاوه تمرین براشون لازم بود. اوضاع در چه حاله؟ حالا درست نمیدونم. ریک میخواد منو اصلاح کنه. اون خیال میکنه من یه زن فاسد و بی‌حیا. عالیه، پس حقمون گرفت. من نمیخواستم کار به اینجا بکشه. ببینم چی شده؟ نکنه تو عاشقش شدی؟ من عاشقش شدم؟ من بهتره این اطراف بمونم و کاملا مراقب اوضاع و احوال باشم. آخه میدونی وضع طوری پیش میره که متاسفانه هیچ کدومتون تکلیف خودتون رو نمیدونید. لازم شد بی‌حیایی و فساد اخلاقم خوب نشونش بدم. کلی پاشو دیگه، خواب کافیه. نشنیدی چی گفتم؟ برو شد او دختر کلی حالا فهمیدی تو دیشب منو مست کردی تو سو استفاده کنی نه چون تو سرام نیست برو شد دستم رو گرگه برم برو شد اوه نه یافتی پاشو بایستم بیا آی جون اوه نه لیک اینجاست، ماشینشو ببین پدر. یه کمی دیگه مشروع بلش کن بلکن دختر سرم بلکن سلام الان میاد منو مست کرده تا به هم محبت کنه شبه اول الان میاد پدر منو ببر خونه اطاعت میکنم قسم اطاعت من لااقل تا دم ماشینم رات میام چی عشق میکنن کارن تو کاملا داری اشتباه میکنی نه عزیزم من اشتباه نمیکنم پدر نمیخوای چیزی به این بگی؟ بله البته گوش کن چی میگم تو به من نارو زدی من اونو کشف کردم بله حالا فهمیدم گوش کن چی میگم به من رو دست نزن تو نامزده دختر من هستی بگو ببینم این دختره هرزه کسی اصلا کیه؟ همون دختریه که من مهم نیست توضیح نده بیا بریم پدر کاره یه دقیقه صبر کن بذار توضیح بدم صبر کن ماشین ران اندازه کاره ببین اگه پیاده بشی من همه چیزو برات توضیح میدم کاره صبر کن برات توضیح بدم اون دختره فقط کاره تو کاره طرف کاره براتو بهت بگم اول زود خوابیدن دوم سحرخیزی مارد فهمیدی؟ داود جونی من به این زندگی عادت ندارم منظورم اینه که گلفروشی بلیز سلام دیو منم ریچارد کلبی خواهش میکنم 24 تا روز ساق بلند بفرست با آدرس خانم کارن چارلز آره به همون آدرس با یه یادداشت بنویس امشب شام حتما میام منزلت عزیزم دوست دارم ریک متشکرم خدافظ سر ساعت 3 برای آموزش دادن میام اینجا آموزش او دست بردار، مگه بازم شوخیت گرفتی؟ نه به هیچ وجه، یه کمی آموزش دادن برات هیچ نده. بفرمایید قربان. متشکرم بارتر، بیا اینا رو بپوش. من میبرم این اداره، اما کرامیت عقبه تو رو برای سکس، البته به حساب سر هیوبرت. وقتی میری خرید به خاطر من یه کاری میکنی؟ چی؟ سعی کن درد سر را نمیزی. قول میدی؟ سلام خانم. چقدر خوشحالم که شما رو دوباره میبینم. لطفاً بیایید تو. نه متشکرم سر هیوبرت، من اینجا منتظر خانم کولر هستم. بله البته که اینطوره. حالا چطوره سر هیوبرت برنامه ای رو که برای داستانتون ترک کرده تشریح بکنه؟ کدوم داستان؟ همون داستان خودتون، سوینگر. سوینگر. بله با من بیایید عزیزم، لطفاً برید تو. خواهش میکنم جان من. اول خوشگلا، بسیار خوب. جذابه. اینطوری قشنگ‌تر عزیزم. بله تا اینجا به عشق اکتفا میکنیم، حالا برمیگردیم به جنبه واقعی زندگی. پیر برنامه‌اش رو شروع کرد. شد کمی صبر کنید، مگه قرار نبود راجع به داستانی که نوشتم صحبت کنید؟ خواهش میکنم. نه بیا اینجا عزیزم، بیا چپک کوچولوی من، بیا عزیز دلم. طوری که نشد. نه چیزی نیست، بازی پا شکستنک داره. خب دختره حس میکنه رفته مرخصی. پس خوش بگذارید. نه صبر کنید، همونجا وایسین جلو نرید. You're so depraved anyway. That's what I mean, Sir Hubert. You don't want me. I'm so cheap. Tut-tut, my dear. After all, we can't all be aristocracy. مشهد فیلم. Challenge. Where's the challenge? I hate a challenge, sir. Sir Hubert likes a sure thing. طوری که نشد این سر هیوبرت. پام در رفت خوردم زمین. دیگه از خودم خجالت میکشم عزیزم. متشکرم عزیزم. عزیزم بهتر حقیقتی رو بهت بگم. برخلاف اونچه که فکر میکنی، وقتی پای زنی به میون میاد، سر هیوبرت مثل یه بشکه باروت نیست. چی؟ بله عزیزم، بله. کارم سخت است. من فقط خوابیده پارس میکنم. من بخار ندارم. ممنونم که بخار نداره به چه درد میخوره. وقتی که فکر میکنم زنی حاضره، حاضر نیست. وقتی فکر میکنم حاضر نیست، حاضره. لعنت به شانسم. هر وقت به زنی برمیخورم کوچه رو عوضی میرم. من شده بودم بین خودمون باشه عزیزم. من خیال میکردم شاید تو این کار، یعنی تو این مبارزه، بتونم لااقل یک کمی، ولی نشد. شکست عزیزم، یه شکست ترمیم ناپذیر. تو این سازمانی که پر از دختر خوشگله، فقط من یکی هستم که چیزی نصیبم نشده. مرد بیچاره. بله اعتراف میکنم که خودم رو دست انداختم. این پیرمردی که جلوت نشسته لباش دیگه حس مکندگی نداره. قلابیه. قلابی؟ اینقدر بلند نگو عزیزم، من نمیخوام دیگران متوجه بشن. میدونی همیشه باید صورت ظاهر رو حفظ کرد. بله میفهمم، نگران نباشی، میفهمم. تو اتاق انتظار منتظر خانم اولسن هستم. روزا تو به کسی نمیگم. دفتر آقای کلبی، تلفن از خارجه، گوشی خواهش میکنم. ناچارم حقیقت رو به شما بگم. این ماجرا به خاطر چاپ کتابم شروع شد. همین چیز ساختگی بود. البته عزیزم، من از اولم میدونستم که تو فاسد نیستی جونم. میدونستی؟ Who put on the gas? Oh, well, it's all gotten a little out of hand. حالا دیگه همه من یه دختر میدونن، یه دختر هرزه. مجبورم حقیقت رو به ریک بگم. تو نباید این کارو بکنی. چه مالی داره؟ بذار اون رو یه معلم اخلاقو بازی کنه. این کار نه تنها مشغولش میکنه، بلکه اون دختر انگلیسی هم فراموش میکنه. اوه چقدر دلم میخواد میونشون به هم بخوره. جدی؟ در این صورت اگه واقعا دوستش داری به حرف من گوش بده. دوستش دارم؟ آه نه، من که دوستش ندارم. من قبول دارم ریک مرد بسیار خوبیه، ولی عاشقش نیست. آه میدونم دوستش نداری عزیزم. بازم هیچ فرقی نمیکنه. تنها راه اداره کردن مردا اینه که همیشه باید زیر پاشون پوست خربوزه انداخت. اون وقت وقتی پاشون ریز خورد، یه راست میان تو بغلت. فهمیدی؟ اگه میخوای با زنی رقابت کنی، باید قیافه یه زنو داشته باشه. باشه. براتون تلفن شده. خانم آلسن، از دفتر آقای کلبی تلفن میکنم راجع به وعده ملاقات امروز بعد از به هم خورد، ولی یه هدیه براتون فرستادم. مجموعه ادبیات فلسفه یونان. برید منزل کتابو مطالعه کنید. روز بخیر. همین الان حرکت میکنم. تا 20 دقیقه دیگه اونجام. منم مشتاق این ملاقاتم کرد. باشه، خداحافظ. از مشروب میخوام، من مشروب میخوام. چی شده؟ نه چیزی نیست. گاهی این حملات به من دست میده. خمده؟ خب خودت میدونی من مدت هست که مشروب نخوردم. من که بهت گفته بودم شیطون زیر جلدم میره. او مامان جونم. گوش کن کلی، تا اینجا خیلی خوب مقاومت کردی، منتها نباید مایوس بشید. مایوس نشید. جدی میگی؟ آره جدی میگم، مایوس نشید. بهتر شدم. سعی کردم همون کارایی رو بکنم که ازش. برای شما ایسا، برای شما خوشم. من یه پیشنهادی دارم، یه پیشنهاد خیلی خوب. Just take this off, huh? Just take it all off. That's it. I've got a splendid idea. I know just what to do. Really? Yeah. Wait. آخه مگه با این حال میشه خوابید؟ یه گلاس شیر گرم حتما حالت جا میاره. تلویزیون. نه آگه یه یا بجا من یه ده مشروب میدازی. خب دیگه من باید برم، نمیتونم بمونم. رادیو به یه آهنگ آروم گوش بده، باشه؟ او پیشنهاد بدی نیست. آره حالا بهتر شد. خب بگی بخواب، فردا صبح میبینم. شب بخیر. تو باید ورزش کنی. ورزش فوراً حالت جا میاره. خیلی خوب. تمرین تنفس. بیرون خارج، بیرون خارج، بیرون خارج، بیرون خارج. یک دو، یک دو، یک دو، یک دو، یک دو، یک دو، یک دو. آو نفس کشم تو تر، تون تر، تون تر، تون تر. یک دو، یک دو، یک دو، یک دو. از دهن نفس بکش، از بیرون خارج کن. یک دو، یک دو، یک دو، یک دو، یک دو. پنجه تو لمس کن. دست بالا سر. یک دو. نوک پا، نوک پا، نوک پا، نوک پا. دست بالا سر. نوک پا، دست بالا سر. خب حالا خودت بکن، خودت بکن. یک دو، یک دو، یک دو، سه چهار. یک دو، سه چهار. یک دو، سه چهار. پایین بالا، پایین بالا، پایین بالا، پایین بالا، بالا پایین. بالا پایین یک دو سه چهار. خب حالا بهتر شد اینطور نیست؟ نه بیشتر به هیجان اومده. نه ورزش تا حالا کسی رو اینطوری نکرده، فقط بدنو خسته میکنه. آره ولی من هر وقت خسته بشم چیزتر میشم جونی. بیا تو برو رو تخت دراز بکش. متشکرم. گوش کن من که تمام شب اینجا بمونم. میدونم نمیتونی اما قبل از رفتن اجازه میدی برای اینکه نترسم دستتو بگیرم تو خوابم ببری؟ خواهش میکنم. خیلی خوب بیا. متاسفانه دیگه امشب نمیتونه شام بیاد پیش شما. یکی از دوستاش مریض شده، تیفلکی بالا سرش نشسته. ساختگیه. همینطور آقای کلبی. این تنها عکس لختیه که تونستم ازش به دست بیارم. مالورین مطمئنی درباره همون دختری که گفتم تحقیق کردی؟ او بله همون دختری. به قدری پاکی که یه دفعه کتابی رو دیر به کتابخونه برنگردونده. میدونی نظر من چیه؟ چیه؟ به نظر من تمام این ماجرا از اول ساختگی بوده. جان یه خواهشی ازت دارم. این جریان رو به کسی نگو. نمیخوام سر هیوبرت فعلا از این جریان بویی ببره. فهمیدین؟ آره من زورتو فهمیدم. واقعا متاسفم. خداحافظ. چه کارایی که مردم نمی کنن. سر تا یادم نرفته برای نرفتن دیشبم 24 تا شاخه روز برای خانم چارلز بفرست. نه صحیح نیست. دیروز براش گل فرستادم. یکی از اون زرافه ها که توش رادیو کار گذاشتن براش بفرست. بسیار خوب. سری وقتی سوینگر خارج شد بهش بگو بعد از نهار فوراً بیاد تو دفتر من. فهمیدین؟ من خودم اینا رو ترک کردم. این منم؟ بله خیلی بد شباهت داره. اینطور نیست؟ نکنه میخوایی اینا رو چاپ کنی؟ راستش ناگفته نمونه خودم هم راضی نیستم. جنبه محافظه کاریش قوی‌تره. نه منظورم اینه که عکسای تو با این جست زیبا بین تمام کیوسکای کشور پخش میشه. من خیال میکردم شما تصمیم گرفتین کتابمو چاپ نکنین. من فکر میکردم از نظر شما کتاب من قابل چاپ نیست. آخه یه کمی برخلاف عفت عمومیه. خانم عزیز، اگر عفت عمومی وجود داشته باشه تا امروز کسی به مفهوم واقعیش پی نبرده. تو اینجایی ها؟ معذرت میخوام سر هوبرت، باهاش کار دارم. یک موضوعی هست که باید به تو بگم. یه موضوع خیلی مهم. شاهکار هنری سر هوبرت رو دیدی؟ جدا وحشتناکه. من میخوام راجع به همین موضوع با تو صحبت کنم. حتما یادت هست که اول چه موضوعی رو قبول ندارم. میخوام واقعیت اونطور که هست نشون بدم. صحنه‌های حقیقی، عکس زنده. ولی تو متوجه نیستی که من چی میگم. خیلی قشنگه. دیدی چی؟ مرتوی میدونی برنامه خوبی طرح کردم. میخوام از ماجراهایی که قبلا داشتید در همون محله ازت عکس بگیرم. صحنه های حقیقی، درست طبق نوشته خودت. عالیه، ببندش مبل. چی؟ طبق نوشته خودم؟ من تو عمرم پوکر بازی نکردم. برو جلو، برو یادشون بده. باید برو جلو، برا خیلی لطفا. چند تا میخوای؟ بفرمایید. خانم از به چیکار میکنه؟ برای آقا رو چرا خاطی کرد؟ که تو رو سر و بطی کرد. خانم تو رو چیکار میکنه؟ نوبت منه. میدونی؟ تظاهر به اشوگر بودن اوایل خالی از لطف نبود، ولی بعد به هر حال عمت اصرار کرد ادامه بدم. من که خاموش کردم. فصل 4 باید زیر چراغ عکس بگیرم. گفتم اون ماجراها تمامش ساختگی بود. یه کارا رو بذار به عهده من چون رابیو بعد میتونیم حرفامون رو با هم بزنیم. ولی اینجوری شناخته میشم. خیلی تاریکه، به علاوه من میخوام از اندام عکس بگیرم. خب حالا که حقیقتو میدونی حرفی ندارم. وقتی را میگی که بیشتر غیر بده. برو چون بود. غیر بده. همین برو برو. خیلی خوب، غیر میده. یه کمی بیشتر غیر بده. آها، چربترش کن. میدی قربونت برم؟ ها؟ بجس، اگه نگفتیم فقط یه شوخیه، قول داده بودی جفتک نندازه. نداره جونم، بیا بیا با این دوتا بیفتک بخور. یکیشو بذار رو چشم. شستت عالی بود، محشر بود. متشکرم. یکیشو بذارم رو چشمم. بیا. و حالا با کمال افتخار معرفی میکنم سوینگر. برو برنامه‌ت رو سنجات کن عزیزم. میخوام سوینگر رو به عنوان یک مدرک اجتماعی چاپ کنم برای عبرت دخترای جوانی امثال خودت. شاید بتونم از سقوط خیلی‌ها جلوگیری کنم. من هنوز لخت نرقصیدم، اصلا بلد نیستم، میترسم. ای دختر شروع کن. Like magic has been in this valley. No black magic that you. Sup bezam bir taraf. I see fingers down the spine that same on witchcraft. When your eyes meet mine, that same old tingle that I. Spin I'm in under that old black magic collar. Good push, Garby. Good push. وسوسه کثارته، کارتم عالیه کلی. آه راستی، نشونت میدم. نشون بده. عالی بودم؟ بیا لباساتو بپوش دیگه عکس برداری بسه. کلی چون برنامه‌تو خیلی خوب کردی مجبورم یه جوری تلافی کنم. پس چرا معطلی؟ داره اونم یه خونه کوچیکه. دیدی؟ نجوم. آه بچه‌ای نیست. این کار چه معنی داره؟ معنی پیدا میکنه. کسی هم نمیدونه ما اینجاییم. میدونم. ناراحت باش، من حساب همه چشو کردم. اشکالی پیش نمیاد. منم هیچ وقت رازی کسی رو فاش نمیکنم. من که گفتم اون موضوع هیچ کدومش حقیقت نداره. این اواخر انقدر از تفریح دست کشیدی و خاصی اصلاح بشی که حقیقت حتما یه پاداشی بگیری. چی؟ نه میدونیم. من میخوام دوستم داشته باشم. خب حتی کسانی هم که رژیم دارن میتونن گاهی پرهیز بزنن کنن، اینقدر ناراحت نباشه. ولی من که اصلا ناراحت نیستم. آه من دارم میبینم که اعصابت به هم گره خورده عزیزم. خب الان اعصابت رو راحت میکنم، بیا کمکت کنم لاغشه. نه من اجازه نمیدم، حق نداری به من دست بزنی. آه پس تو حوض کردی اول یه چند داری بچرخی ها؟ ولی نداره، منم با حد بشرخم. بشرخ تو بچرخ. نه من عوضی گرفتی، مگه من به همه چیز اعتراف نکردم؟ اعتراف؟ خیال میکنیم اعتراف ساختگی رو باور کردم؟ نه ساختگی نبود، ماجرا هم ساختگی بودن. تو خودت چی؟ تو که میخواستی با چاپ کتابام دخترای جوون رو از سقوط حتمی نجات بدی، پس حالا چی میخوای؟ اون عوض اعتراف تو ساختگی نبود. من نمیدونم کدوممون دروغگوتریم، تو یا من. من تو زروس فیل به او چقدر میترسی تفلی. کلی کلی یه دقیقه بایستا. کلی من گروهبان هوکر پلیس گشت. خب به اتهام فریب دادن دخترها بازداشتی. به دستاش دستبند بزنین و زودتر از اینجا ببرینش. کلیت رابرتس گزارش میده ما در این ساعت تصمیم داشتیم همینجا به برنامه امشب پایان بدیم، ولی ظاهراً در موتلی که کنار دریا واقع شده حادثه ای رخ داده. شما اشتباه میکنید. ببخشید میتونم بپرسم شما کی هستین؟ جک هپی، مالک و مول معروف سیکام هستم. الان پلیس کسی رو دستگیر کرد. آقای جان جونز و مبادا ایشونو با 11 جان جونز دیگه که امشب با همسرانشون اومدن اینجا عوضی بگیرن. چهارم جولای پارسال ما 42 تا جان جونز اینجا داشتیم. این بزرگترین رکورد ما بود. خب اشکال چی بوده؟ فریب دادن. چی بخواین اینجاست. خب ببینم مالک بیل ریچارد کولبی. ایشون سردبیر مجله معروف دختران هستن. من از همون مجله شناختمشون. من دیگه باید برم، شاید لازم باشه شهادت بدم. خیلی متشکرم آقا، از اطلاعاتی که دادین ممنونم. خبرگزاری KTV-X برای اینکه بتونه شنوندگانش رو در جریان حادثه سطلم قرار بده بدون تایید هویت شهود میکروفون رو آزاد اعلام میکنه. کلیت گزارش رو قطع نکن. به ویدیو دستور دادم تو پاسگاه پلیس به تو ملحق شه، چون هیچ بعید نیست که حادثه مجله دختران بیخ پیدا کنه. ای کلی گوش کن، یه خبر خیلی عالی برای تو بردم. الان حوصله حرف زدن ندارم. خدا رو شکر. ماما، شما این چی کار میکنین؟ والا ما چندین دفعه تلفن کردیم ولی تو جواب ندادی. به پدرت گفتم بیا با هواپیما بریم لس آنجلس ببینیم دخترمون در چه حالیه. منم گفتم بی خود نگران شده. خب حالا بهت ثابت شد؟ بله. برو صبحونه رو بیار. میخوام بقیه این فیلم تلویزیون رو تماشا کنم. خیلی خوشحالم میبینم دختر قشنگ. چکرم بابا. تو حالت خوبه عزیزم؟ عالیه ماما. ماماتی که دارم دق میکنم. آخه شما خبر ندارین چه کارای وحشتناکی کرده. به قدری وحشتناکی که نمیتونم از کجا شروع کنم. وحشتناکی؟ وحشتناکی؟ همین چند هفته پیش وقتی شما تلفن کردین داشتم مرتکب سرقت ادبی میشدم. سرقت ادبی؟ سرقت ادبی؟ و دفعه بعدی که تلفن کردین مشغول ولگردی و هرزگی بود. هرزگی؟ بعد یه مرتبه پلیس سر رسید و همه رو از دم بازداشت کرد. بازداشت شدی؟ آه اینا هیچ مهم نیست عزیزم. مهم همینطوره ماما، باور کن که خوردم، ولی ماجرای من به اینجا ختم نمیشه. حتی مدتی تو کازینو قمارباز شده. قمارباز؟ بعدش یه رقاصه لخت و خیابونگرد. خیابونگرد؟ بعدش تو اون موتل اونجا مردی forcibly seduce me. Forcibly seduce? Seduce. Well, there they are. راحت نشو عزیزم. اگه تو خیال میکنی که این کارا واقعا بده، پس سبکون وقت بزنشم. چی داری میگید؟ ولی کاپیتان باور کنین این جریان فقط یه سوء تفاهم. شما با توسل به زور اون دختر بردید به اتاق متل یا نه؟ من فقط دستم خودشی. این ریکی. به نظر من پلیس مرتکب عمل وحشیانه شده. همینو بس. عمل وحشیانه؟ حقشه بزنم تو صورت. اینو مندازیم بیرون. زندانیش کنین. کش کنید، درست کش کنید. چی میگم؟ سری تو اینجا چیکار میکنی؟ عشق علاقه به کار اول میخواستم دوشان براتون بگیری حالا قهوه. سری به وکیلم تلفن کن بگو زودتر خودشو برسونه اینجا. بعدش دست نزن خانم، این تلفن پلیسه. چیکار داری میکنی؟ جدا معذرت میخوام، نمیخواستم بیفته ولی خب افتاد دیگه. خیلی کارش کنیم. سر هیوبرت خواهش میکنم بگید ببینم این شایعه حقیقت داره که موتل سیکام مرکز تفریحات و جلسات خصوصی مدیران و مهمانان مجله باخبرانه ما؟ کرانده این حقیقت نداره آقای میکروفون. یادت نره ببین کلی کجا رفته. من هانس الجی. هانس الجی حاضرم ماشین تو به قیمت خوب بخرم. شیندم صندلی و جلو تخت میشه. این حقیقت تو کی هستی ها؟ با اجازه حساب کنید خدمتتون میرسم. هانس الجی خوش حساب ترین آژانس اتومبیل در تمام کالیفرنیا. من میخوام اون سردبیر عیاشمو ملاقات بکنم. حاضرم خدمت بزرگان در حق تو بکنم کاپیتان. ماشینای در به داغونتون رو به قیمتی بخرم که هیچ کس نتونه رو دستم بلند بشه. اومدی اینجا که گوش ما رو ببری الجی. نه اشتباه میکنی. چون میشه گفت پاسگاه پلیس امروز وضع همیشگی رو داره، ولی ثابت میکنه که پلیس برای مقابله با هر حادثه‌ای آمادگی کامل داره. اوه ببخشید. چه بلایی سر الهمون آوردی پسر؟ اون الهه ساختگی بوده سر هیوبرت. الهه‌ای وجود نداشت. ماجراهای دختر قلابیه. داشته شده. من هنوز خودم نمیدونم جریان از چه قراره. بلوغ میکنید برید کنار. بازداشتش کنین. ای بابا یه توت فرنگی بده ما محسی از سرمو بپره. امن کن. کلی پیش توه؟ نه اون پیش من نیست، بزرگشم نیست. حتما دیگه برگشته خونه خودش. ساره تماس بگیر. کم طاقتی هستی، اون بچه رو بردی موتر. لطفا سر به سرم نذار امریکا. شب رو حیه سرت نمیشه. این چه وضع نگاه کردنیه؟ راکت این زن دیگه کیه؟ آشی نداشته کن جان دارم با برادر زدم حرف میزنم. به تو هیچ مربوطی نیست. اونجا رو بگیر. ساکت نکنید. بازداشتش کنید. همتونو خوب میخرم. ماهیگیر دریایی‌ام. مگه تو رو زندانی نکردن؟ عکس قطع شد. فرستنده خراب. کجا میری کلی؟ میخوام برم پاسگاه پلیس. ساکت باشید. پس اینو حبسش کنید. بله. معذرت میخوام. من این آقا رو بازداشت کردم. ولشون کنین برن. همشونو بریزین بیرون. تمامشون آزادن که برن گروبان. تو فقط برگرد اینجا. میخوام با حرف بزنم فقط با تو. خیلی خوب گوش کنین. همه تون برین بیرون. متشکرم هربرت. pounded. That's right. All right. Masalat. Bebas. Gostam bebas. Sakın benim biyam. Hey hey, marro can azarım, man miyim? Biye doktoram, mituni foşa tutun maşin benim. به سرا به دختران میرسن یا دختران که به پسر ازدواج میکنن و زندگی شادی رو تشکیل میدن یا بالاخره خودشون رو تو این جاده های خیلی خطرناک به کشتن میدن. متاسفانه دو جوان در یک تصادف کشته شدند. آیا این انصاف یک داستان عشقی و لطیف به اینجا ختم بشه؟ البته که نه. پسر یه دیوونه. برای دانلود فیلم ها و سریال های بیشتر به وبسایت مشهد فیلم مراجعه نمایید. So take it from the swinger.